سلام، جمعه 16 شهریور 97، هفته سپتامبر 2018 میلادی. در مورد 5 موضوع امروز صحبت میکنیم. موضوع اول این که زانیار و لقمان مرادی، دو پسر عمویی که 10 سال در زندان به سر میبرند و با اتهام عضویت در حزب کمله و کشتن پسر امام جمعه مریوان به اعدام محکوم شدند، ناگهان خانواده رو احضار کردند، با اونها ملاقات کوتاه 5 دقیقه‌ای داشتند و از زندان به قرنطینه منتقل شدند. این اقدام خطر اعدام اونها رو افزایش داده و موجی از نگرانی در میان همه نیروها ایجاد کرده. جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، و اگنس کالامارت، گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد اعدام‌های غیرقانونی، مشترکاً بیانیه‌ای دادند و خواستار توقف حکم اعدام این دو نفر شدند. در همین بیانیه توقف حکم اعدام رامین حسین پناهی، دیگر مبارز کرد، رو هم خواستار شد. همچنین ارسلان خودکام، عضو سپاه که به اتهام جاسوسی برای حزب دموکرات کردستان بازداشت شده، به اعدام محکوم شد. در حالی است که قوه قضاییه به موجب سندی که آمد نیوز منتشر کرده، آقای غلام حسین اسماعیلی، مدیر کل دادگستری تهران، خواستار از سرپرست محاکم قضایی خواسته که سعید طوسی، قاری قرآن، که چندین شکایت تجاوز و آزار جنسی پسران رو داره و وابسته به بیت رهبری هست، پروندش مختومه بشه و بالکل تبرئه صادر بشه. موضوع دوم این که با فراخوانی که از 10 شهریور ماه برای اعتصاب مجدد کامیونداران صادر شد، به تدریج در نقاط مختلف کامیون‌ها دست به اعتصاب زدند. خواسته اونها خواسته‌های قبلی است که علی‌رغم وعده‌ها برآورده نشده. تغییر تعرفه‌ها و نرخ حمل و نقل، لوازم یدکی و لاستیک ارزان قیمت، بیمه و مواردی از این قبیل علی‌رغم وعده‌های مختلف به اجرا در نیامد. در پایانه شاپور اصفهان، فیلم هایی که منتشر شده نشون میده صف طولانی از کامیون ها ایستاده و بارگیری نمی کنند. همینطور در شهرهای ساری، آمل، قائم شهر، زرین شهر اصفهان، گرگان، مهران در استان ایلام، سرپل ذهاب، زنجان، ساوه، سمنان و برخی مناطق در سیستان و بلوچستان هم گزارش های از اعتصاب کامیونداران منتشر شد. اما در اصلوی کارگران فازهای 20 و 21 پتروشیمی اصلویه، 5 شنبه دیروز 15 شهریور ماه دست به اعتصاب زدند. کارگران 7 ماه حقوق و دستمزد نگرفتند. 700 کارگر صنایع شیر پگاه هم که 20 سال پیش کارفرما زمینی رو در حکیمیه تهران پارس به وسعت 150 هزار متر مربع برای خانه سازی به کارگران داده بوده، با تصرف غیرقانونی یکی از نهادهای حکومتی و انقلابی مواجه شدند که گفته میشه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، و علی‌رغم شکایت و گرفتن حکم تخلیه هنوز نتوانستند زمینشون رو پس بگیرن. در نتیجه دست به تجمع اعتراضی و اعتصاب زدند.
در آبادان جمعی از مردم دست به تجمع و راهپیمایی اعتراضی زدند در اعتراض به حضور عراقی ها در آبادان که با ارزان شدن ریال و افزایش قیمت دینار عراقی هم خرید محصول صرف میکنه و هم مراجعه به عشرتکده ها و تهدید مسئله ناموسی دختران آبادانی که با عدم امنیت شهروندان توامه و مردم آبادان اعتراض کرد. موضوع سوم این که یک نماینده مجلس عنوان کرده که 18 صندوق بازنشستگی کشور همگی با مشکل مواجه هستند. استاندارد 25 نفر شاغل در مقابل یک نفر بازنشسته الان در ایران به 5.5 شاغل در مقابل یک بازنشسته رسیده و اگر این عدد به 3.5 شاغل در برابر یک بازنشسته برسه همگی صندوق قابل کل ورشکست میشن. در همین حال هم به گفته این نماینده مجلس 106 هزار میلیارد تومان دولت پرداخت کرده به صندوق‌های بازنشستگی برای اینکه بتوانند مستمری‌های فعلی رو بپردازند. آقای صادقی نماینده تهران هم عنوان کرده که از منابع موثق شنیده که رهبری نظر موافق خودش رو با لوایح FATF اعلام کرده. لوایح چهارگانه‌ای که یکی از اونها از تصویب مجلس گذشت و شورای نگهبان در خصوص پولشویی، جرایم سازمان یافته، تأمین مالی تروریسم که آقای خامنه‌ای بیخردانه جلوی اونها رو گرفت و اگر خبر آقای صادقی درست باشه ناچار به عقب نشینی شده برای اینکه سیستم بانکی ایران مورد تحریم اروپا هم قرار خواهد گرفت. اما خانم پروانه سلحشوری که در نطق شجاعانه خودش در مجلس خواستار رفراندوم شده بود و لبه تیز انتقاد رو متوجه آقای خامنه‌ای کرده بود با هجوم گسترده نمایندگان تندرو جبهه پایداری و بخش‌های دیگر مجلس مواجه شده و آقای کریمی قدوسی گفته او کپی اتاق فکر استکبار جهانی است. موضوع چهارم این که ناآرامی ها در بصره و جنوب عراق که از دوشنبه آغاز شده امروز جمعه به اوج رسید و کنسولگری جمهوری اسلامی در بصره به آتش کشیده شد و به گفته سفارت جمهوری اسلامی در بغداد به کلی سوخت. معترضین بعد از چند ساعت تجمع و شعار دادن به کنسولگری حمله کردند. تب ضد ایران بالا گرفته، پرچم جمهوری اسلامی رو به آتش کشیدند و هر سازمانی که احتمال میدن با ایران مرتبط باشه هم حمله کردند، مثل محل کتائب حزب الله یا اصائب اهل حق، همینطور به دفاتر حزب و دعوه و مجلس اعلا و سایر تشکیلات معترضین حمله کردند. اما به گفته سفارت جمهوری اسلامی دیپلمات‌های ایرانی سالماً قبلا منتقل شده بودند. معترضین دولت خواستار استعفای حیدر عبادی و دولت او هستند و به این ترتیب میشه گفت که کشمکشی که در عراق در واقع پشت پرده بین جمهوری اسلامی و عربستان در جریانه با دخالت‌های طولانی مدت جمهوری اسلامی و بی‌لیاقتی دولت‌ها و مشکلاتی که برای مردم پیش آمده کفه به سمت عربستان سنگین شده. در تهران اجلاس سران سه کشور ایران، روسیه و ترکیه برگزار شد. آقایان پوتین و اردوغان مهمان آقای روحانی بودند. اما در قطعنامه انتهایی اختلاف
بروسکر ترکیه خواستار اعلام آتش بس در ادلب بوده بین مخالفین و دولت اسد، اما ایران و روسیه مخالف بودند و معلوم نیست ترکیه گام بعدیش چه خواهد بود. به هر حال عملیات در ادلب با حمله هواپیماهای روسیه آغاز شده، عملیاتی که ممکن است جان بیش از 3 میلیون آدم که در این منطقه تجمع دارند رو به خطر بندازه. آقای پوتین و اردوغان جداگانه با آقای خامنه‌ای هم دیدار کردند. در دیدار آقای خامنه‌ای و پوتین، آقای خامنه‌ای خواستار همکاری روسیه برای خونسا کردن تحریم آمریکا شد علیه ایران، در حالی که ایشون باید گفت خواب باشه خوش، برای اینکه روسیه تمام تلاشش رو داره میکنه تولید نفتش رو بالا ببره و با کاهش فروش نفت ایران جای ایران در بازار رو بگیره. اما موضوع آخر این که احمد خاتمی، یکی از امام جمعه های تهران، فرمودند که ما دنبال سلاح اتمی نیستیم چون پیغمبر این گونه سلاح رو حرام کرده. جناب دکتر حسن قاضی‌زاده هاشمی وزیر بهداشت هم فرمودند که شما مردم رأی دادید به دولت و این مجلس و خلاصه حاکمین، و ایشون گفته فعلا همینه و باید با اون بسازید. به ایشون باید گفت که انتخابات واقعی 40 ساله که در ایران برگزار نمیشند. که سب سحر نزدیک است تا فردا شاد، پیروز، موفق و سرفراز باشید. با امید پیروزی ایران و ایرانی.